اتفاقی بی‌نظیر در تاریخ ایران. خیزشی بزرگ با حضور طیف‌های مختلف سیاسی و توده مردم. شورشی سهمگین که حکومت را مستأصل کرد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. تعویض بی حاصل چهار دولت طی چهار ماه. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من میستم که این کار نشه. حرکت شتابان انقلاب پشت سر یک روحانی. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. ارتش از خیابان‌ها عقب نشست. انقلاب پیروز شد. داستان انقلاب اما هرگز تمام نشد. سالها پیش از انقلاب علیه شاه، خود او حرکتی را با عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت آغاز کرده بود. انقلاب سفید یک رشته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود که شاه به موازات بستن فضای سیاسی پیش می برد. از جمله سهم کردن کشاورزان در مالکیت زمین و دادن حق رأی به زنان. اما این اصلاحات مخالفان سرسختی داشت، مخصوصاً آیت الله روح الله خمینی. او بازداشت شد. 15 خرداد 1342 هوادارانش با ماموران امنیتی درگیر شدند. شماری از معترضان کشته شدند. آیت الله خمینی پس از آزادی به اعتراض علیه حکومت و شاه ادامه داد و از حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران به تندی انتقاد کرد. او به خارج از ایران تبعید شد. اما خاطره تلخان دوران هرگز نه از یاد او رفت نه از یاد شاه. انقلاب ایران توده های وسیع کشاورزان و دهقانان را از قید ارباب و رعیتی رهایی بخشید. در آستانه 15 سالگرد انقلاب سفید مقاله ای از طرف دربار با اسم مستعار در روزنامه اطلاعات چاپ شد که هویت ملی و اعتبار مذهبی آیت الله خمینی را زیر سوال برده بود. نویسنده مقاله نوشته بود که روح الله خمینی عامل حزب توده و زمینداران بزرگ بوده تا با انقلاب سفید مقابله کند. هواداران آیت الله خمینی در قم اعتراض کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. عده‌ای کشته شدند. 40 کشته شدگان واقعی قم در تبریز به درگیری مرگباری انجامید. جلوم های خونین از این شهر به آن شهر تکرار شد. در این میان تعداد زیادی بانک، سینما و اماکن دیگر هدف حمله قرار گرفت. شاه گفت در حالی که او به مردم ایران نوید تمدن بزرگ می‌دهد، مخالفان اسلامگرا و کمونیست وعده وحشت بزرگ می‌دهند. آتش سوزی سینما رکس آبادان صدها کشته به جا گذاشت. مخالفان گفتند کار حکومت بوده تا آنها را بدنام کند. حکومت تکذیب کرد، اما تکذیبیش آبی بر آتش ناآرامی نریخت. با ناآرام‌تر شدن فضا، نارضایتی از عملکرد سیاسی و اقتصادی حکومت هم نمایان‌تر می‌شد. با ادامه اعتراض‌های خیابانی در تهران مقررات حکومت نظامی اعلام شد، اما معترضان اعتنا نکردند. هفدهم شهریور 57 ده‌ها نفر کشته شدند. مخالفان شمار کشته شدگان را تا هزاران نفر بالا بردند. آیت الله خمینی بعد از 14 سال تبعید در عراق تحت فشار قرار گرفت و در نهایت راهی فرانسه شد. او آنجا در کانون توجه بین المللی قرار گرفت. رسانه ها با او مصاحبه می کردند و او برای هر کس که می خواست پیام می فرستاد. در ایران بیش از 1000 زندانی سیاسی آزاد شدند. اما ناآرامی پایان نگرفت. اطراف دانشگاه تهران درگیری‌های مرگباری رخ داد. شاه دولت را به ارتش بود غلامرضا ازهاری سپرد. شماری از مقام‌های حکومتی به اتهام فساد و بدرفتاری بازداشت شدند. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی
عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. دولت نظامی نتوانست اوضاع را آرام کند. اعتصاب‌های گسترده مخصوصاً در صنعت نفت بحران را عمیق‌تر کرد. صادرات نفت قطع شد و مردم با کمبود شدید سوخت مواجه شدند. در تاسوعا و عاشورا تظاهرات بزرگی به راه افتاد. معترضان خواهان پایان حکومت پهلوی و بازگشت آیت الله خمینی به ایران شدند. شاه یکی از مخالفان قدیمیش را به نخست وزیری منصوب کرد. شاپور بختیار از چهره‌های شاخص جبهه ملی بود. او با شروطی نخست وزیری را قبول کرد. از جمله مقید شدن شاه به قانون اساسی مشروطه، انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک و آزادی فعالیت احزاب و مطبوعات. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی در جزیره گوادلوپ واقع در منطقه کارائیب مشغول گفتگو درباره مسائل مهم بین المللی از جمله تحولات ایران بودند. طبق اسناد محرمانه دولت آمریکا که بعدها منتشر شد، جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا گفت سیر تحولات باید در این جهت باشد که ایران کشوری با ثبات، مستقل و مترقی باشد و در این حال دوست غرب و منبعی مطمئن برای صدور نفت باقی بماند. طبق این اسناد آیت الله خمینی بعداً در جواب سوالات فرستاده دولت آمریکا وعده داد که اگر آمریکا از حمایت حکومت ایران دست بکشد و بگذارد انقلابیون به قدرت برسند، روابط دو کشور دوستانه خواهد بود. آمریکا از شاه خواست زمام امور را به بختیار بسپارد و از ایران خارج شود، اما فرماندهان ارتش بمانند و حافظ روابط نزدیک ایران و آمریکا باشند. کارتر جنرال رابرت هایزر را به ایران فرستاد تا به امرای ارتش بگوید که محکم سر جایشان بنشینند و مشکل را پیچیده تر نکنند. از آن طرف آیت الله خمینی شورای مخفی انقلاب را برای هماهنگی انتقال قدرت تشکیل داد. شاه با خانواده‌اش از ایران رفت. گفت برای استراحت می رود، اما سفری بی بازگشت بود. سفرش از مصر آغاز شد و پس از سرگردانی در چند کشور در مصر پایان یافت. بعدها همانجا درگذشت. او در سالهای آخر عمرش با سرطان دست و پنجه نرم می کرد. بختیار دولتش را آخرین فرصت برای دموکراسی و حل مسالمت‌آمیز بحران معرفی می کرد. اگر که بنا باشه که هر کس در مملکت هر چه خواست بگه، این دموکراسی است. ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست. هیچ مملکتی قبول نخواهد کرد. بختیار زیر فشار سنگین مجبور شد راه را برای بازگشت آیت الله خمینی به ایران باز کند. او به محض ورود دولت جدیدی تشکیل داد. ایران حالا دو دولت داشت که هر یک دیگری را نامشروع می دانست. میگد که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشد، تو واضح هستیم یه مملکت دو تا دولت نداره، لیکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی است که متکی به آراء ملت است، متکی به حکم خداست. دولت آقای مهندس بازرگان الان یک دولت شرعی اسلامی است. آیت الله خمینی مهدی بازرگان را که چهره ملی و مذهبی بود به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب کرد. در این هنگام همافران نیروی هوایی ارتش و انقلابیون مسلح با گارد شاهنشاهی درگیر شدند. در نهایت شورای عالی ارتش اعلامی بی‌طرفی کرد و سربازان از خیابان‌ها عقب نشستند. انقلابیون اماکن دولتی را تصرف کردند. انقلاب پیروز شد. بختیار مدتی مخفی بود و بعداً از ایران گریخت.
او سالها بعد در فرانسه به قتل رسید. فرهنگی بنده چه کار کردم؟ بفرمایید. جنایاتی که از سروانی سروانی هم چه کار؟ پس از انقلاب بسیاری از کارگزاران دوران قبلی اعدام شدند. ولی پاکسازی بقایای رژیم گذشته پایان ماجرا نبود. تعریف بشه، باید در نطفه خفه بشه. شاه هم همین میگه هر کی با هم مخالف باید بمیره. اینم که همین میگه. شاه هدف شاه چه بردم کشته شد. هدف شاه با امام زمین تا آسمون فرق. شاه با امام نمیاری. کاری نداره. چه فکر کردی داخلی رو هم شما ها رو میندازید میشه. ما همه توده ایران. هدف اینا چیه؟ هدف اینا پرچم لا اله الا الله حکومت جمهوری اسلامیه. هیچ چیز دیگه. بله، بقیه چیزی دیگه نیست. در یک همه پرسی اکثر مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند. اما طولی نکشید که نیروهای موسوم به حزب اللهی رویاروی دگراندیشان قرار گرفتند. آیت الله خمینی سیاست پاکسازی عرصه سیاسی و مطبوعاتی را اعلام کرد. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنند میگذاریم عمل بکنند و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و چنین نوشتجاتی که اینها کردند و بر خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم. طی ماه‌ها و سال‌های آینده اسلام‌گرایی و آمریکا ستیزی سیاست غالب حکومت شد و دگراندیشان از میدان بدر شدند. ولی اسلام‌گرایان هم نتوانستند شرایط مطلوبشان را کاملاً حاکم کنند. ما جامعه اسلامی نداریم. ما دولت اسلامی هم نداریم. اون مراحل چندگانه‌ای که ما مطرح کردیم تو دولت اسلامیش هنوز ما موندیم. بعد از دولت اسلامی نوبت جامعه اسلامی است. طرفداران حکومت به دستاوردهای انقلاب اشاره می‌کنند، ولی بسیاری دیگر معتقدند که در مجموع وضع بهتر نشده و در مواردی بدتر هم شده. پارسال در خواستگاه اعتراض‌های انقلابی شعارهای سلطنت طلبانه سر داده شد. چهل سال پس از انقلاب مردم ایران هنوز آزادی، عدالت و زندگی بهتر آرزوی بسیاری از ایرانیان است. مجید خیام‌دار، بی بی سی.